قصه های عمورحمان. این قسمت افطاری آسمانی. ظهر که تو مسیرمون از اون روستا رد شدیم، یکی از روستایی ها که عاشق امام حسین بود اینا رو به هم داد. منم نگه داشتم برای شما. ببرید بچه ها، بخورید بخورید. ممنون ممنون آقا رحمان از این نوشیرینی هایی که من دوست دارم. به به، نوش جان نوش جان. به من هم از اینا میگی؟ میخوام برای عطیه که نونشیرینی بهش نرسیده داستانی بگم به خوشمزگی غذای لذیذ. میای بریم بازی؟ بریم حسین و حسن رو صدا کنیم با اونا مسابقه تیراندازی بدیم. سلام. سلام عزیزم. چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟ حسین و حسن چند روز مریض بودن. دیدم چند روز خبری ازشون نیست. پس را بیافتین خودمون بریم به بازیمون برسیم. چرا انقدر عجله داری؟ نمیذاری حرفم تموم بشه. خب سری بگو، الان آفتاب غروب میکنه دیگه نمیتونی بازی کنیم. اون روز که با مادر بزرگم رفتیم دیدنشون، پیامبر و دوستاشونم اومده بودن عیادت. پیامبر گفتن برای شفای حسن و حسین نذر کنن که روزه بگیرن. خب چی شد؟ نذر کردن؟ آره همشون نذر کردن. بعد از شفای حسن و حسین 3 روز روزه شکر بگیرن. علی ابن ابی طالب، دختر پیامبر، فزه، حتی خود حسن و حسین. خب بیا ما شروع کنیم، شاید اونا هم اومدن با ما بازی کردن. سلام بچه ها، میبینم که دارین با هم تیرکمون بازی میکنین. سلام ام ایمن، بگم حسن و حسینم بیان برای بازی؟ نه پسرم، نوه های عزیز رسول خدا تازه حالشون خوب شده. چشم مادر بزرگ. تازه امروز روزم هستن دست گلای پیامبر. رحمان گفت که کل خانواده نذر کردن برای شفای بچه ها 3 روز روزه بگیرن. درسته، اما توی این شرایط که چیز زیادی برای خوردن در خونه نیست خیلی سخته. منظور چیه مادر بزرگ؟ علی ابن ابی طالب یکم جو تهیه کردن، حضرت فاطمه هم دارن اونا رو آسیاب میکنن تا برای افطار کمی نون بپزن. آقا چیزی برای خوردن داری به من بدی؟ نه ندارم. حالا چی کار کنم؟ اینجا هیچ کس بهت کمک نمی کنه پیرزن، خودتو خسته نکن. من هم که خورما فروشم، خورماهام تموم شده و خرج خودمم نمیتونم در بیارم. 2 روز هیچی نخوردم، خیلی گرسنمه. از هر کسی میپرسم هیچ کس حاضر نیست غذا بهم بده. برو در خونه دختر و داماد پیامبر، فقط اونا هستن که هیچ کسو ناامید رد نمی کنن.
باختی عزیزم باختی. این دفعه من بردم. باشه تو بردی، ولی دفعه بعد من میبرم. آه پسرم، دیگه داره آفتاب غروب میکنه، بهتره تا هوا تاریک نشده بری خونتو. باشه الان میرم، فقط یه دونه دیگه بزنم. باشه. الان میرم میارمش. امیدوارم مثل اون دفعه گم نشه. گم شد، گم شد. پسر جان، تو میدونی خونه دختر پیامبر کجاست؟ بله، منزلشون همینجاست، از اون طرف. آخ جون، دیدی گفتم پیداش میکنم؟ ولی پسرم باید خیلی مواظب باشی، ممکن بود به کسی بخوره و بهش آسیب بزنه. چشم خاله جان، از این به بعد بیشتر حواسمو جمع میکنم. بیاید تا تاریک نشده بریم از این طرف. بعد من و طاهر پیر زن گرسنه رو به سمت خانه خانم فاطمه بردیم. سلام، این برای عطیه است. برای منه؟ اما شما از کجا میدونستین که به من نون نرسیده؟ این نون از طرف امام حسینه، اینو دادن و گفتن برسونمش به تو. ممنونم، امام همیشه به فکر ما. عمو جون، بعدش چی شد؟ بعدش؟ آها، بعدش اون شب من و طاهر خانه دختر پیامبر رو به پیرزن گرسنه نشون دادیم. پیرزن موقع افطار به خانه دختر پیامبر رسید. در خانه دختر پیامبر همه آماده خوردن غذا بودن که ناگهان صدای در بلند شد. امام علی علیه السلام در رو باز کردند. سلام، گرسنه ام. مدتیه که چیزی نخوردم، میشه یکم غذا بهم بدین؟ امام علی خیلی سریع به داخل خانه رفتن و غذای خودشونو برداشتن که به پیرزن بدن. خانم فاطمه ام با دیدن این صحنه غذای خودشونو به پیرزن بخشیدن. بفرمایید. امام حسن و امام حسین هم غذاشون رو به پدرشون دادن تا برای پیرزن بینوا ببرن. بفرمایید. پیرزن بسیار خوشحال شد. اهل بیت پیامبر اون شب فقط با آب افطار کردن. فردای اون روزم اهل بیت پیامبر روزه گرفتن. موقع افطار شد. اتفاق دیشب دوباره تکرار شد. این بار اسیری که نیازمند بود به در خانه امیرالمومنین آمده بود. اهل بیت پیامبر با اینکه گرسنه بودن دوباره با اشتیاق غذای خودشونو به اسیر بخشیدن. واقعا که شما خانواده‌ای بخشنده هستید. خداوند عوضتان بدهد که به این اسیر درمانده کمک کردید. اهل بیت پیامبر اون شبم با آب افطار کردن. فردای اون روز با اینکه همه گرسنه بودن دوباره روزه گرفتن. تا موقع افطار فرا رسید. همین که خواستن افطار کنن دوباره صدای در به گوش رسید. این بار پسر یتیمی از گرسنگی به در خانه اهل بیت پناه آورد. امام علی با دیدن پسرک اونو نوازش کردن و به داخل خانه اومدن و غذاشونو برداشتن تا برای پسرک یتیم ببرن.
خانم فاطمه هم غذاشون رو بخشیدن. امام حسن و امام حسین با اینکه کم سن و سال بودن و بسیار گرسنه هم بودن، غذاشون رو به پدرشون دادن تا برای پسرک یتیم ببرن. اون شبم اهل بیت پیامبر با وجود گرسنگی بسیار با آب افطار کردن. سلام مادر بزرگ، میخوام برم دنبال حسن و حسین بریم بازی. سه روز نذر روزشون تموم شد دیگه. سلام رحمان. بله روزه هاشون که تموم شد، اما اونا افطاری نخوردن. هر سه روزی که روزه گرفتن، موقع افطار شب اول یه فقیر، شب دوم یه اسیر، شب سومم یه یتیم اومد در خونه. اونا هم افطارشون رو دادن به این سه نفر. پس خودشون چی خوردن؟ بعد خودشون با آب افطار کردن. آخه با آب که نمیشه سیر شد، حتما الان خیلی گرسنه‌شونه. نه، با دعای پیامبر خدا برای خانواده امام غذایی از آسمون فرستاده که تا 7 روز میتونن استفاده کنن. آها، پس الان میتونیم با حسن و حسین بازی کنیم. بریم صداشون کنیم. خدا به خدا آرومتر مواظب باش. عجب داستان جالبی بود او رحمان. بله پسرم، هیچ وقت کسی از در خانه اهل بیت پیامبر دست خالی بر نمی گرده. بیا عطیه، من اینو برداشته بودم که بعدم بخورم، حالا میدمش به تو. منم یکی برداشته بودم، بیا عطیه برای تو. من خودم یکی دارم، امام برام فرستادن. الان به لطف امام دیگه همتون یه تیک شیرینی دارین، پس با خیال راحت نوش جان کن.